صنعت سینما از اوایل قرن بیستم وارد افغانستان شد، ولی همواره فراز و نشیب‌های سیاسی از همان ابتدا به سینما این کشور اجازه رشد نداد. علی‌رغم تمامی پیشرفت‌هایی که از زمان سقوط حکومت طالبان به بعد در صنعت سینما به وجود آمد، ولی سینما این کشور همچنان از مشکلات اساسی رنج می‌برد. از عدم توجه دولت به صنعت فیلمسازی گرفته تا کمبود تجهیزات و سالن نمایش در این کشور و همچنین وجود برخی دیدگاه‌های تندرو و ضد سینمایی که وجود دارد. ماری تولید و کردیم. تو زیادتر از چرتی میشی. خواست شمایت میپرن. باختری؟ مسقره؟ بر مگنج از کنج. با من ویران داری خانه خرابی. تو این میرم. خوشحال است. از سرنیچی یک پف بود، امه قدر به خوبیت میگم مستری غلام. اگه یک تا از دکانت گم نکنی، خدا و راستی همی چیز مشتریات از دست میتی. شیر جان، شیر جان، اگه پشتم نگردی، خونم بگردنش. جز چهار تا بچه ها و یا آدم ها و اشخاص ولگر مثل ایروینیا، پودریا، شما اشخاص خوبتر و بهتر از سراغ نمی کنین. یک جوان هم نمی بینین که به سینما بره بشینه و فلم ببینه. در شرایط فعلی پروبلم دولت یا پروبلم ما به اندازه زیاد است که بعض وقتا حتی خود سینماگرا سینما زیاد جان رفته بوده. فکر ازی است که کار پیدا کنیم که حداقل روز زندگی روزمره ما بچه. حالا دیگه استاد نه سینما را بستای به دومت تکه چرا؟ در سال دو یا سه فلم بیه طبعا باز اگر زیاد باشه استقاسه مردم هست، ولی که استقاسه مردم زیادتر سر فلم پشتو و اینجیست و در هفته در روز که ما دو فلم اندازیم در هفته طبعا 14 فلم ما به نمایش مگذاریم. سالونا پر میشد، اما حال شما دیدین که در تایم 15 نفر 20 نفر زیاد تشریف نمیره، بخاطر که یکی خود فیلم خوب نداریم ما نمایش بتیم. دومی که بدر یک تعداد مردم به خاطر اقتصادش خراب شده که همین فرهنگ سینما رفتن و کلی از بین رفت. اوس وقت که تولید نلرو مسلکی کسان دیر کم دی، چوک چه پاتی هم دی در آقوی نه استفاده نکیگی، زمینه در کار نورت مسایدیگی. بل دا چه در افغانستان پر سطح ده کابل پر سطح مسلکی سنرولیکون که هم نلرد. هیچ نوع توجه به هنر و فرهنگ افغانستان نکرد. در تمام بخش ها چیغ زد، سر صدای خود کشید، از طریق تلویزیون ها میبینید. زن گفته گلونش پاره شده، نمیفهمم حقوق بشر گفته گلونش پاره شده. سر میز نزدیک دشمنان، ولی به فرهنگ افغانستان هیچ چیزی نکرد. روز سینما متاسفانه مکان نلری، طول هر فیلم هم چه چوک جوڑه ای نو سل پسلو که ده توان سر مواجه دی، زکه چه مکان و نلره زای و نلره کلا تا چوک گوری، وقتی چه چوک دی و نگوری تا بانستا مصرف زایی کی. در این برنامه صحرا کریمی رئیس اداره اوان فلم پاسخ می دهد. به نام خدا. مهمانان من در این بحث خانم صحرا کریمی رئیس اوان فلم، آقای فرید عظیم رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، و در بحث دوم آقای انجینر لطیف کارگردان و سینماگر و یکی از نخبگان سینما هم با ما خواهد بودن. بسیار خوش آمدین، شما هم بسیار خوش آمدین. تشکر، خوش باشید. از شما آغاز میکنیم. وضعیت سینما افغانستان در 20 سال گذشته چگونه بود؟ خب وضعیت خود افغانستان در 20 سال گذشته پر از فراز و نشیب بود. به هر حال شما بعد از یک رکود عجیب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دوباره آغاز میکنین به بازسازی و دوباره ساختن و برای احیا کردن. در مورد سینما متاسفانه به او صورتی که باید تغییرات ایجاد میشد نشد
نخواستین که امو کادری که قبلا فیلمسازای نخبه ما بودن یا فیلمسازای مسلکی ما بودن در دوران در طول دوران دوران جهاد و دوران طالبان و اینها اینا همه به هر حال مهاجرت کردن، یعنی صحنه خالی شد و تا کادر جدیدی وارد میشد، تا دوباره به هر حال تعلیم میدیدن، تا دوباره فیلمسازی را شروع میکردن، یک مدت زمان طولانی در واقع طول کشید. ولی مهمتر از همه به نظر من دلیلی که در حداقل میشه گفت که 15 سال گذشته، چون این 5 سال گذشته تکاپوهای صورت گرفته، کارهای انجام میشه، حالا چه سینماگرای مستقل، چه مثلا فیلمسازایی که به هر حال نیمه دولتی هستن و اینها، منتها اگر 15 سال گذشته ببینین در برنامه دولت چیزی به اسم احیای سینمای افغانستان نبوده، نه تنها در برنامه دولت بخش، بلکه در بخش سرمایه گذاری سکتور خصوصی هم هیچ برنامه نبوده. یعنی شما یک سینما را وقتی میخواین که به یک تکاپو درش ایجاد بشه و پیشرفت ایجاد بشه، در عرصه های مختلف یعنی به طور موازی باید فعالیت های صورت بگیره، در عرصه آموزش، در عرصه تولید، در عرصه نشر، در عرصه سرمایه گذاری، در عرصه ابزارهای سینمایی. ما هنوز در افغانستان ابزارهای سینمایی را کم داریم. خب یک قسمتش دولت مثلا بتونه خریداری کنه، ولی قسمت اعظمش سکتور خصوصی باید سرمایه گذاری کنه. ما بخش تهیه کنندگی بسیار ضعیفی داریم، چون سکتور خصوصی اطمینان نمیکنه. به هر حال شما وقتی که سرمایه گذاری میکنین روی یک کاری، حالا چه فیلم ساختن است، چه روغن جور کردن است، چه کچالو پختن است، به هر حال میخواین که یک سودی هم به دست بیایه، ولی سکتور خصوصی اطمینان نداشت که چطور بتونه مثلا او سود را به دست بیاره. دولت هم خب در برنامهش چیزی به اسم احیای سینمای ملی و یا پشوانی از سینماگران افغانستان نداشتن. کادرم خب به هر حال رفته بود و کسانی هم که مانده بودن به یک نوع دستنها بودن. ببخشین، اینمی در دهه اول در آغاز بعد از اداری موقت و انتقالی دو تا کار بزرگ شد، فیلم تریاک و فیلم اسامه در بازار بنش سپورت و مردم تشنه شدن. شما یک فضای خوب بر مردم دادین که یعنی سینمای افغانستان بسیار خوب است، سینمای افغانستان بسیار عالی است. ولی بعد از شما این 15 سال که شما مثال میتین، در اون 15 سال حتی سینمای افغانستان رفت به طرف عقب، نه به طرف جلو. البته در اون آغازی که دوره انتقالی میگین، ما بسیار نوجوان بودم، بنابراین نمیتونم یعنی نظری بتون، به خاطر خودم هنوز محصل بودم و بعد من یک دوره طولانی را تقریبا 10 سال رفتم در اروپا درس خواندم مسلکی، بنابراین خیلی نمیتونم یعنی برشون داخل افغانستان نبودم، اوضاع را نمیدونم. دورا دور هم اگر میشنیدم بسیار خوب. ببینید تا شما از دور بشنوید و تا اینکه در داخل متن و ماجرای یک موضوعی باشین، ولی مهمترین چیزی که من فکر میکنم سوای همه چیز، چون استعدادهایی هم بودن، جوانهایی هم شروع کردن به طور آماتور یک گروهایی را در واقع برگزار کردن، جشنواره‌هایی هم برگزار شد، جشنواره‌های فیلم، حالا یا به نام مثلا در مورد فیلم‌های مستند بود اینها. مشکل اساسی بود که در برنامه دولت چیزی وجود نداشت. ببینید شما توقع نداشته باشین یک اداره به اسم افغان فیلم بیاید تمام بار مسئولیت در هویت سینمای ملی افغانستان را به دوش بگیره. به هر حال وقتی شما برچسب دولتی میخورین یا حکومتی میخورین، یک سری محدودیت ها و معذوریت های وجود داره و سینما وقتی میتونه شکوفا بشه که در واقع درگیر اون محدودیت ها نباشه. و این بخش میرسه به بخش سکتور خصوصی، به بخش سینماگرای مستقل. و متاسفانه یک چیزی که به نظرم خیلی به سینمای افغانستان صدمه زد، اما سیستم انجویزم بود. یعنی اینکه اگر فیلم هایی هم ساخته شده، یا کوتاه یا بلند یا مستند یا داستانی، سفارشی بوده، برگرفته از دغدغه. ببینید بسی است که وقتی که شما خودتان اعتراف میکنین که هیچ حکومت یا دولت در کل هیچ توجهی به سینما نداشته و امو ناگزیر وضعیت باید حرکت بکنه، چی انجویزم باشه چی بحث دیگه باشه حرکت بکنه.
پروڈکشن های خصوصی و شخصی هم کارهای کردن در 20 سال گذشته که نباید فراموش کرد. ولی یک چیزی که سوال بر میخوره بر شما، چرا شما وقتی که آمدین مطالعه نکردین تمام سینمای افغانستان؟ شما یک پالیسی خوب میساختین برش، ولی قبل از اینکه شما این سوال جواب بگین، ما میخوایم از آقای عظیمی بپرسم. آقای عظیمی، در 20 سال گذشته وضعیت سینمای افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ تشکر از سوالتان. همیشه وقت باورای ما در تقابل با باورای اکثریت مردم قرار، اکثریت کسایی که دستن در کار هستن قرار میگیره و بعضن مرا میگن که چو منفی بافی میکنی یا جهت تغییر میدی. ما میگم نه، در 20 سال گذشته افغانستان تمام پدیده های اجتماعیش که یکی از او سینما باشه بسیار سیر تکامل خوب پیموده. تنها چیزی که کمبود بوده و همیشه وقت احساس میشده که نیست، جامعه شناسی از جامعه افغانستان و کنکشن یا روابط بین بیننده خوب و تولیدگر. شما ببینین وقتی این دیگه وظیفه سینماگر و وظیفه حکومت دیگه نیست. نه خیر، این وظیفه سینماگر و وظیفه کارگردان بله. و پروڈیوسر شما دیگه. ما برعکس اکثریت دوستای ما در چی فیلم اندستری افغانستان باشه یا فابریکه تولید فیلم و چی بخش سینماگران کسایی که تالارای سینما دارن، ما همیشه وقت گفتیم بزرگترین حامی سینما همین دولت افغانستان، دولت فعلی افغانستان است. بزرگترین کمکی که دولت بر ما کرده او فضاسازی بر ساختار فیلم است. ما ببینین یک آزادی بیان بسیار زیاد خوب در سطح منطقه تا در افغانستان داریم. ای که چرا سینما و فیلمساز در بین جامعه با فرهنگ و با سواد و کسانی که حداقل امروز دست بالا در رسانه اجتماعی دارند اونا را نتانستن قانع بسازیم، او مشکل، او ضعف در ماست. و این ضعف در وجود ما، ما پیشتر بسیار موضوع جالب اشاره کردن خانم کریمی که اینجویزم و امی ارگانایی که به حساب به عنوان حامیان آزادی بیان، حامیان فرهنگیان در افغانستان عرض اندام کردن، اینا تیشی بزرگ به پای ما زدن. ببینین چیزی که شما در جامعه دارین این است هنوز هم جامعه نمیپذیره. شما خودتان میگین که هنوز جامعه در وضعیت نیست بپذیره. شما میگین که فیلم پتلون و تفنگچه را رقمی گرفتن هیچ از تعریف جامعه ما نیست. نیست. ولی شما در جالباتی رو چطور قبول میکنین؟ ای بسیار خوب است. من یک وقفه میگیرم و برمیگردم بر شما، بر بحث شما و بر بحث شما. ولی شما بپذیرین کارهای خانگیتان بسیار بتی پیش رفتین. امروز 20 سال گذشت و اگر توافقنامه صلح قرار است صورت بگیره، ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار میگیریم. یک وقفه میگیریم. بیننده های از یک وقفه کوتاه داریم، باز وقفه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. بفرمایین چند مسئله را که شما در اول بحث دیدین و بحث پالیسی سازی بسیار مهم است. ببینین شما تاکید روی ازی دارین که توی 20 سال گذشته چرا نکردین؟ نمیفهم. نکردین. خب من نبودم. من 2 سال است آمدم. شما دیگه جواب گستین. نه، من 2 سال است آمدم و در این 2 سال به نظرم جناب عظیم هم هستن، جناب انجینر صاحب لطیف هم هستن، در این 2 سال یک دوی ماراتون عجیبی را دارم. در هر عرصه پیش میروم و گاهی اوقات انقدر تنها هستیم، گاهی اوقات انقدر ما را نمیفهمند. نه اینکه مخاطب نمیفهمند، نه اینکه مثلا فیلمساز نمیفهمند، اما ساختار نمیفهمه که ما را بخواد کمک بکنه. و ما باید بسیار انرژی مصرف کنیم برای اینکه برایشون بگیم که فرض کنین اگر ما در بودجه خود میمانیم، مثلا فیلمساز صبح نانم میخوره، چاش نانم میخوره، شب نانم میخوره، ما باید اون امور را باید ساعت ها توضیح بدیم به خاطر 20 افغانی و این رقم فیلمسازی نمیشه. ولی در مورد ببینین، در مورد پالیسی افغان فیلم یک مقرره داره از سال، اگر اشتباه نکنم، از سال 1357. اون مقرره تا حالا که حالاست
که ما پارسال دوباره او را نو کردیم با توجه به قیمت ها و نرخ‌های امروزی او را نو کردیم، ما فرستادیم. اولا که ماها در دالان های ورقبازی و بیروکراسی حکومتی گم بود، در آخر روزم که برگشت خورد به ما قبول نشد، به خاطر اینکه می گفتن که ساختار افغان فیلم تصدی است و اصلا ریاست نیست. هنوز ما ساختار خود افغان فیلم هنوز مشخص نیست که ما تصدی هستیم، ما شرکت دولتی هستیم، ما ریاست در تشکیل وزارت اطلاعات فرهنگ هستیم. کی برتون باید بگویه؟ ایرا باید دولت بگه، ایرا باید ایرا باید وزارت مالیه بگه، ایرا باید قانون بگه، ایرا باید اونم کسایی که به هر حال نشستن در اون ساختارها معاش میگیرن، همونجا به هر حال علم حقوقشون. من فیلمساز نمیتونم هم حقوقدان باشم، هم روانشناس باشم، هم جامعه شناس باشم، هم اقتصاددان باشم. ما علم ما فیلمسازی است. خب ببینین حالا او قصه. بعد ما از کی سوال دارم؟ ما از شخصیت سوال دارم که نام تایتل تان است، رئیس افغان فیلم. فعلی افغان فیلم. ببینین ما در یک سال گذشته مطالعات کلی که انجام دادیم در عرصه سینما، هم رابطه مخاطب، هم اقتصاد سینمایی، هم نشر، هم قوانین، هم آموزش، هم تهیه و تولید، ما تانستیم پیشنویس پالیسی سینمای افغانستان را چیکار بکنیم بنویسیم بعد از یک سال. بعد با فیلمسازان اتفاقا نشستیم یک بحثی را داشتیم و او پیشنویس ما به مو اداره مربوطه که معاونت دوم ریاست جمهوری است ما ارجاع دادیم. اونها بعد از مطالعاتی که کردن کامنت هایی دادن و ما در حال حاضر کمیسیون پیشنویس پالیسی سینمای افغانستان در چارچوکات وزارت اطلاعات فرهنگ تشکیل دادیم و این پالیسی به هر حال داره نهایی میشه. در این پالیسی ما تمام جوانب در نظر گرفتیم، حتی جوانب اینکه یک نوجوان، یعنی از صفر شروع کردیم؟ از صفر شروع نکردیم. ما با پالیسی از صفر شروع نمیکنه، پالیسی تعریف میکنه، پالیسی به شما نقشه راه هم. فکر میکنین که نقشه راه را نه آقای عارفی، نه آقای انجینر صیب لطیف، نه آقای برمک یکشونم جور نکرده بودن، نساخته بودن؟ من شخص صحرا کریمی مثل یک فیلم ساز میشناسم که اونا بحث جداست. بعد از 4 ساعت 4 بجه اگر من وقت فیلم بسازم با شما تماس میگیرم، ولی وقتی که ما شما رو به این میز دعوت کردیم به این معنا که شما جوابگوی افغان فیلم هستین. ما ولی ما کار ما رو خوب انجام میدیم. در حال حاضر در 2 سالی که من اومدم، ببینین تهیه و تولید فیلم فعال شده، خب بخش آموزش فعال شده، بخش کمک به سینماگرای جوان فعال شده، نخستین جشنواره ملی فیلم که در واقع اصلا دولت تا حالا مگه ساپورت کرده بود؟ نکرده بود. به اسم لاجورد ما برگزار کردیم، با کمترین بودجه سکتور خصوصی را وارد کردیم. ما بخش تحقیق شروع کردیم، ما بخش تولید مستندهای تاریخی را شروع کردیم. ببینین ما سه ماه زمستان بخش های کلاس های آموزشی خودم میگذاریم، ما کلاس های آموزشی را میگذاریم که از لحاظ مفهومی در حد سینمای معناگراست، ولی شما روان جامعه را هم در نظر بگیرید. مشکل ما تنها افغان فیلم نیست. وقتی افغان فیلم به عنوان یک اداره مرجع نیست، فقط یک ریاست است با یک تشکیل بسیار محدود خود و با اختیارات بسیار محدود خود، وقتی افغان فیلم هنوز در واقع نمیتونه بودجه اکاونت بانکی داشته باشه که بتونه جذب بکنه، یعنی سرمایه های بیرونی رو جذب بکنه، وقتی افغان فیلم باید برای یک سری چیزهای بسیار کوچک درگیر یک بیروکراسی چی باشه، من فکر میکنم کاری که ما در 2 سال گذشته کردیم حداقل با آمدن من واقعا به نظر من معجزه کردیم. بله. من زمان از گپای شما ایره میگیریم که افغان فیلم بسیار مشکلات هست، ولی کارم میشه، ولی این مشکلات که باید مسئول خانواده، پدر خانواده و مادر خانواده که شما هستین که باید حل بکنین، میگین شما با این چالش ها روبرو هستین. ببینین من یک چیز براتون بگم، من از این مسئول پدر خانواده، مادر خانواده، از این اصطلاحات خیلی جالب نیست برام، به خاطر اینکه میفهمین من یک فیلمساز هستم. شما رئیس افغان فیلم هستم؟ نه رئیس. ببین قبل از میدونین چرا رئیس افغان فیلم شدم؟ به خاطر اینکه قبلش اومدم فیلم بسازم و دیدم افغان فیلم چالش داره و من
حرفه خود قربانی کردم به خاطر اینکه آقای فردازی فیلمساز یک هیچ وقت یک آدم کارمند نمیتونه بشه. ما اجراییستیم و ما بگیم بره کوه بکنین، ما هزار و یک راه پیدا میکنیم که کوه بکنیم، یعنی ما این رقمیستیم. ما اومدم فقط به خاطر اینکه حداقل ببینین در دو سال گذشته که ما اومدیم انقدر راجع به سینمای افغانستان صحبت میشه، این یک نوع دادخواهی است. ولی تا زمانی که سالن سینماها در اختیار شاروالی افغانستان باشه، تا زمانی که افغان فیلم و فیلمسازا برای یک نمایش فیلمشان که باید به طور مجانی باشه از طرف دولت، باید یک پول کلانی را بپردازن. چقدر میپردازن؟ 39000. 39000 هر نمایش فیلم. یک فیلمساز 39000. در دیگه جاهای دنیا سالن‌های نمایش فیلم‌ها از فیلمساز می‌خرن، باز شریک میشن در نشر و پخش. تا زمانی که مجوزا را یک جای دیگه برگزار بکنه، نمایش یک کس دیگه بده، نمیفهمم کار دیگر یک کس دیگه، و افغان فیلم به عنوان اداره مرجع نباشه، این چالش‌ها وجود خواهد داشت. فکر نمی‌کنین که چالش مدیریت است؟ چالش مدیریت باعث شده شما چون نتونستین، شما میگین پالیسی خوب دارین، یک پالیسی خوب میتونه این تمام سینماها را بگیره. شما میگین نتونستین. چرا؟ شما خودتون میگین. نه نتونستین نیست. ببینین ما میگین 39000 پای سینماگر میتونه. ببینین نتونستین چه وقتی شما میرین. ببینین بنده قضیه سینما پارک سه دفعه شاروالا دیدم، طرح بردم، پرزنتیشن داشتم، صحبت کردم، حتی از طریق خانومش با اینا صحبت کردم که آشنای ما بودن. گفتم شاید آشنایی واسطه، یک در زندگی ما واسطه و واسطه بازی نمی کنم. اما رفتم. وقتی گپ شما قبول نمیشه، وقتی و بعد من میرم جان خودم را در خطر میندازم، میرم زیر یک سقف خراب شده میشینم، میگم من اعتصاب میکنم، امی ساختمان را نابود نکنین، و باز هم گپ شما شنیده نمیشه. شما این کار قبلا به سینما آریوب نکردین، با سینما زاینب نکردین، بخاطر اینکه من در اون زمان نبودم. آلمیال خواستین، شما در این سینما نکردین. شما چرا کردین؟ شما از کجا خبر دارین؟ من نکردم. اگر میکردین تصویر میداد. نه ببینین سینما زاینب، ببینین شما رسانه ها خب متاسفانه بسیار سطحی نگر هستین. خب سینما آریوب خصوصی است، من نمیتونم به صاحبش بگم ببخشین سینمای تو با ما بده، زمینش است، ملکش است، دلش خواست تالون عروسی جور میکنه، دلش خواست در واقع سینما جور میکنه، او خصوصی است. سینماهای دیگر قبلا ویران کرده، ما نامه به سینمای خیرخانه فرستادیم. سینما زینب جزو ملکیت وزارت امور زنان از اجازه بتین، حالا که میگین نکردیم من براتون توضیح میدم. ما نامه فرستادیم پارسال، حکم رئیس جمهور گرفتیم که سینما زینب باید به افغان فیلم داده بشه، اما وزارت زنان وزیر وقت و زمان کنونی نه، خب گفت که نه، با هزار زاری نه نمیشه، اونجا کودکستان است، اونجا زنا چی کار بکنن، اونجا فلان چی کار بکنه، و ما الان در زدن و کندن هستیم. ما در حال حاضر طرح ساختن سالن‌های سینمایی را در دارلمان دادیم، ولی طرحهای ما بالاخره یک چارچوبی داره. ما تمام فیلم های ما شما آیا با خصوصی و به دولتی میخواین پالیسی بسازین یا نه تنها به دولتی میسازین؟ پالیسی سینمای افغانستان برای همه است، هم برای خصوصی هم برای دولتی، اصلا ربطی نداره. سینمای ملی افغانستان ایشان میتونه فیلمی بسازه با روی کرده خودش. بله پس شما تعریفتان از خصوصی من نمیفهم که چی است، ولی سینما ببین سینما صنعت است، در کنار هنر، در کنار فرهنگ، صنعت و تجارت. نه حکومت سرمایه گذاری کرد و نه خصوصی، درست؟ حکومت نمیتونه به تنهایی سرمایه، به خاطر اینکه میفهمین حکومت ها بیشتر پالیسی ساز هستن و یک قسمتی از بودجه را کمک میکنن، هیچ وقت تمام بودجه را کمک نمیکنن. این بخش سکتور خصوصی است که باید سرمایه گذاری بکنه. ولی من تاجر وقتی خودش میگه که اوکی من میرم اما پولی که دارم در آب معدنی سرمایه گذاری میکنم، در سینما سرمایه گذاری نمیکنم. ببینید من میال در حضور جناب فرید عظیم، در حضور انجینیر صاحب لطیف که برشون خیلی احترامم قائل هستم، میگم اگر به ما اختیار سالن‌های سینما را بدن، اگر به ما مدیریت سالن‌های سینما را بدن، اینمی سه نفری که اینجا نشسته بنامه، ما انقلاب بپا میکنیم، به خاطر اینکه سینما بدون مخاطب نمیشه. من دوباره مو یک دور میزنم سر سوالم که میگم مشکل مدیریتی است، شما میگین نه مدیریتی نیست، مشکل ساختار است. خب ساختار شما باید بسازید. من میخوام همینجا یک مداخله کنم.
وقتی شما میگین مشکل مدیریتی است، به این معناست که شما بر خانما میگین، بر آرایشگرا میگین که ما میم شما را آرایش میکنیم، به مدیریتی که ما میخواهیم اونم رقم باید شما خود آرایش کنین. سینما که است، فیلمساز نظر و خواست بیننده خود پیش میره. مشکل اساسی چیز بیشتر خود گفتی که ما تحقیق کردیم، ما برای یک مشوره میتم که کمی تحقیقت عقب ببر در دهه 60. ببین در دهه 60 چرا حکومت میآید سینما حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه سینما، فیلمسازی، جریان فیلمسازی، جریان تولید فیلم با خواستهای حکومت موازی پیش میره، با ایدئولوژی حکومت موازی پیش میره. متاسفانه تا امروز امی کار در حکومت 20 ساله جدید افغانستان نشد، که تازه ما در اتحادیه سینماگرای افغانستان این کار را پیش گرفتیم که ما بتانیم سیر ساخت فیلم موازی با اندیشه های تمام حکومت. حمایت میکرد تمی حکومت از پروڈکشن های خصوصی حمایت میکرد؟ کی؟ در کجا؟ کجا؟ مثلا چی فیلم پروڈکشن 555 بود یکی؟ نه، ما را بر شما میگم. ببینین حکومت کمونیستی زمانی که از سینما در دهه 60 حمایت میکرد، به خاطر از اینکه تمام ایدئولوژی از اونا از طریق فیلم‌ها به نمایش گذاشته مثلا شد. مثلا شما از اواسط این برنامه می آمدین و قبل از شما یک مجری دیگه می بود، آیا شما چی مسئول اجرای اون مجری هستین؟ بله، ما مطالعه میکردیم. نه، مطالعه رو ما کردیم آقا جان. من یک چیز برای شما بگم، سوادی که حداقل اینمی زنی که روبروتون نشسته در عرصه سینمایی داره در مملکت کسی نداره. پس مسئله مطالعه پیش نیاد. شما میرید بعد دیگه. من بس تخصصتون نمیگم. من مطالعه از سینما، از وضعیت سینما میگم. چرا شما تا دو سال جواب میگین، بعد دو سال میگم مرا غرض نیست. خب بخاطر نبوده. تشکر. من برمیگردم. بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیره، بعد وقفه دوباره برمیگردم. دوباره خوش آمدین. خب آقای عظیمی، باز شما میرین بخیر. از ما از جناب انجینر صاحب پیشکسوت سینمای افغانستان دعوت خواهیم کرد و در جای شما خودش چی میخواین بگوین؟ رای حل چی است؟ ما باز از صفر شروع بکنیم؟ ما هنوز از صفر نیستیم. شما میگین که هستیم، ولی هنوز ما آذوقه سینمایی ما برآورده نشده. ولی ما هم به اون فیلمایی که شما آدرس میتین، من فیلم سابقه را هنوز میبینم و برام بسیار خوشایند است. در حالی که من مهاجر بودم، در پاکستان بودم، ولی هنوز فیلم پرنده های مهاجر، فیلم بابا، فیلم حماسه عشق، این فیلمایی بوده که در خانواده های مردم جایگاه داره، مردم بیننده داره. حتی اینمی عشق پیری که بسیار ضعیف است و پایین است و یک درامی بسیار پایین است، او ثبت میشه و نمور مردم میبینن. بله، خب حرف ما هم همی است. بیشتر ما برای شما یک اشاره کوتاه داشتم که او فیلم ها را در پهلوی از این که او خوب ساخته شده، حمایت مردم بوده، حمایت دولت بوده، امکانات در اون شرایط خوب بوده، در پهلوی از او یک مزگک تاریخی خود داره. مردم افغانستان بخواهی یا نخواهی یک عشق به گذشته خود دارن، همیشه وقتی وجود داره در تمام عرصه ها. ما برای شما میگم که ما صفر نیستیم. بدبختی سینمای افغانستان که امروز شما او را تعریف میکنین، به شما هیچ مشکل وجود نداره. ما همیاله اگر فیلمساز ما در شهر طالقان با موبایل فیلم میسازه و در امو سینمای فرسوده طالقان نمایش میده، او بر ما خیلی با ارزش است. ما با سینمایی که با بیرنده که فرض مثال کاربر تیوتر و فیسبوک است، با او هیچ کاری ندارم. او اینمیال گز میکنه، عین به پشت جمهوری خواه و دموکرات های امریکا هم گپ میزنه. من به نیس رئیس اتحادیه سینماگرای افغانستان، هزمون روزی را که من در سال 1382 وارد سینما شدم تا امروز پاسخ میتم. ما حتی میتونم بجای انجینر صاحب لطیف بر شما پاسخ بتم، بجای خدا بیامرز ایدری صاحب، به خاطر که ما عملا در بین جامعه هستیم. خانم سارا کریمی در بین جامعه نیست، یک رئیس دولتی است. از همه مهمتر این مسئولیت حفظ جان خود داره، از همه مهمتر این مسئولیت داره. همیالا ما برای اینا یک کارشانه که بسیار می ستایم، که بسیار زیاد
جسورانه در مقابل بعض مشکلاتی که در حکومت عطا قرار داره، دولت خوبان در حکومت اینا استادگی کردن. مشکل در چی هست که پیشترم برای شما گفتم که ما با بیننده دسکنکت هستیم. او بیننده که پیشتر خانم سارا کریمی فرمودن، او بیننده که سینما را یک محل تفریحی میدانه. شما بخواین یا نخواین سینما یک محل تفریحی است. مردم به خاطر تفریح میان، اما خاطر است که یک کس دوست دختر یا نامزاد خود را به تفریح میبره. همیال اولاد ما، خانم ما از ما میخواه که بیاین یک روز یک جای ما را سینما ببر. ما معین شهرسازی افغانستان در مقابل دروازه یک سینما در شهر دیلی دیدم. تو موین صاحب سلام علیکم، چی میخوای؟ گفت آمدیم سینما. گفتم چرا این سینما را در شهر خودت نمیسازی؟ مشکل در چی است که جای نمایش نیست و رسانه هم امرای ما بزنس نمیکنه. رسانه منتظر است که همین رقم که هنرمند دو دسته آهنگ خود بیاره، که خیر همی آهنگ من نشر کو، من هم دو دسته بیارم برای شما که بگی نشر کو. فیلم هزینه داره، چرا باید بکنیم؟ من سرمایه گذاری میکنم، فیلم میسازم، برای بیارم شما مفت نشر کنیم؟ ببینیم، سینما خود نداریم. این کار ایندی ها کردن، هندی ها را اصلا با ما مقایسه نکنیم. ببینیم یکی بر شما گفتم، یکی سینماگرای لو کلاس بی سواد بی تربیه بی فرهنگ است که امروز سینما پس آخر کار چی میشه؟ فیلمای شما را یا خراب میشه یا در پیش نمیشه. ما امروز ببینید ما بر شما، ما در بهترین فستیوالای بین المللی نام داریم، افغانستان جایزه گرفته، ما در بین ملت دنیای سلبریتیزم ما یا نمو قهرمانگرایی ها یا اون فیگریزمی که سینما با بالای از استوار است، همیال ما داریم. همیال هم که فرض مثال یک دختر فیلم یا یک بچه فیلم، ما فرض مثال که امرا با انجینر صاحب لطیف پیش یک وزیر میرم، وزیر میخیزه میگه انجینر صاحب آمده، نور چشم ما آمده. ای برای ما او کارا شخصی یا قایی نیست، او جز سینما، او جز سینما است. کدام فیلم برای ما بگوین که او فیلم بسیار خوب بوده، فیلمی که چند تا بنرش در شهرها نصب شده باشه؟ کدام فیلم؟ هوا مریم عایشه 20 روز تمام در سینماها نمایش داده شد، بنرش هم بیلبوردش هم در همه جا بود. فیلم های جشنواره لاجورد 10 روز تمام 210 فیلم آور، 5000 نفر تیکت خریدن. یعنی نمیش فیلم سکوت مردم هرات میفهمه شما؟ مردم همه میفهمن. شما ببینید، من 100 تا کلیپ برتون میارم، درست؟ ببینید کلیپ ها، ببینید ما یک چیز در افغانستان داریم خب، اما داشته خود این کار میکنیم، نداشته بیگانه را پرستش. آقا جان در جامعه ای که 30 میلیون فقط بیشتر جمعیت نداره، چقدر جمعیت شهری؟ سینما یک هنر، یک فرهنگ و یک صنعت شهری است، نیاز به فرهنگ شهرنشینی داره. شما 20 سال کم بوده دیگه، به ما به 20 سال ربطی نداره. شما 20 سال بخی 10 سال دیگه بگیر، به ما ربطی به ما 20 سال نداره. من 20 سال پیش خرد بودم، یعنی نوجوان بودم، تازه داشتم درس میخوندم. من اینقدر به قول معروف زنانگی کردم، اینقدر جسارت کردم که علم آموختم و آمدم علم خود در اختیار مملکت خود میگذارم. خب هر کسی جسارت نداره. من اینقدر چی میکنم که صبح از خواب بلند میشم، رفیق من ترور میکنن در سرک، ولی من میرم بازم استاد میشم و دادخواهی در مورد سینمای افغانستان میکنم. نسل من نسل مبارزه است. ای آقا آمده در اتحادیه سینماگرای افغانستان داره کارش میکنه، ما آمدیم داریم کار مارم. ما ببینین نیمه پر گلاس ببینین، ما خیلی کار کردیم، ما در نداری ها کار کردیم. آقا جان شما در 15 سالی که حداقل 20 سالی که در سینما کار میکنین، حالا جسته و گریخته، آیا سینمای افغانستان، آیا افغان فیلم شامل بودجه انکشافی بود؟ 2 سال از شامل بودجه انکشافیش کردیم. کی کرده؟ ما کردیم. ما نشستیم شبا و روزا گشنه و تشنه و در سرما نشستیم، طرح نوشتیم، رفتیم وزارت مالیه در واقع دفاع کردیم. ما در بزرگ از حمایت بانوی اول برخوردار هستیم؟ نه خیر، ما از حمایت هیچ کسی برخوردار نیست. ببینین همین شایعاتی که در مورد من وجود داره رو لطفاً چک کنین. من دکترای سینما دارم، من بیش از 30 فیلم کوتاه دارم، من فیلم هایم در بزرگترین پلتفرم های دنیا چی شده، من 4 زبان اصلی دنیا را میفهمم،
ما کسی هستم که به زور خودم و به دانش خودم و به کمر خمیده مادرم به یک جای رسیدم. خب کسی نمیتونه به من برچسب بیاره بده که من فیگور کدام سیاستمدار هستم. من در این حکومت هم اگر کار میکنم از طریق سیستم وارد شدم، از طریق رقابت وارد شدم. هیچ وقتم با هیچ بنی بشری از رئیس جمهور گرفته تا کسی نرفتم در یک اتاق تنها ننشستم که به من کدام بودجه خاص بدین. طرح دادم، از طرحم استقبال، از طرحم رفتم دفاع کردم، طرحم اجرا کردم. بانوی اول احترام برشون دارم به خاطر اینکه بانوی اول کشور ماست، ولی من هیچ وقت پشت در هیچ کسی نرفتم که به من خیرات بدن. تشکر. آخر میریم به طرف وقفه. چی پیشنهاد دارین؟ رای حل چیست؟ رای حل بازم برای شما میگیم، تا زمانی که سیر فیلمسازی، اندیشه فیلمسازی، اندیشه فیلمساز موازی با خواستهای حکومت نشه، به هیچ عنوان حکومت از سینما حمایت نمیکنه که برای ما زمین بده. مثلا در پلان شهری شهر جلال آباد زمین را که به سینما اختصاص دادن در داخل محوطه شورای ولایتی است. من رفتم به رئیس اطلاعات فرهنگ گفتم که ما سرمایه گذار تشویق کردیم میایم تعمیر سینما را ایجا میسازه، ولی این تعمیر سینما را جای میسازه که از اماکن دولتی یا از خطراتی که متوجه سیاسیون و حکومت است دور باشه. تو بر ما در داخل یک پارک جای بده. او کسی که سینمای پارک در داخل پارک ساخته بود، او ای گپ هم میفهمید. بسیار تشکر از شما، ولی بس شما مانده که آقای انجینر لطیف هم دعوت میکنیم که بیاین، ولی بیادتان باشه که برنامه اول آخر ما نخواد بود. ما انشاءالله آمدیم در این راستا امرای شما زیاد هم کاری خواد کردیم، ولی بگذارین که بعض مسائل روشن بگوین. من هستی ولی دو دایکندی و سینماگر کس او حق داره که بیاید اتحاد اشتراک بکنه و حق خود بخواه. ببینیم یک چیز بر شما، بر شما باید واضح و هم از نورستان و هم از بدخشان یک چیز بر شما واضح بگویم که شوق یک خط جداست. یک کسی شوق داره، او را ما دفتن سینماگر گفته نمیتونیم تا زمانی که او از خود یک چیز دستاورد نداشته. پالیسی و قانون به دست شما. تشکر. بنده های یک وقفه کوتاه داریم. وقفه آخر با آقای انجینر لطیف. بیننده های عزیز، در آخرین بخش برنامه قرار داریم. آقای انجینر لطیف با ما هستند. بسیار خوش آمدید. تشکر. لطف کردید. شما در میز بودین امرای ما دیگه، ذهن فکرتان بود. میشنیدم صحبت های خانم زهرا بودن. تشکر که حوصله کردین و بودین. ما کوتاه میگم، اگر بحث کنین که در 20 سال گذشته سینمای افغانستان و شما از رؤسای دوره شکوفایی افغان فیلم بودین، کسی میگن که بسیار خوب بودین، خوب درخشیدین، چی بوده؟ دقیق است. یک ضرب‌المثل داریم که میگن یک شیرازه شکست. ما فکر میکنیم یک شیرازه در سینمای افغانستان شکست. بسیار اساس خوب گذاشته بودیم. البته پیش از ما کسایی که پیشکسوت بودن در سینمای افغانستان یک پیشینه بسیار خوب گذاشته بودن که روی از اون خط ما حرکت میکردیم. خب یک شیرازه شکست دیگه، همه چیز از هم فرو پاشید و ما دیگه نتونستیم که مو انسجام خود داشته باشیم. در این 20 سال اخیر ما در سینما بسیار چیزا را دست دادیم، بسیار گپا را دست دادیم. ما او ظرفیت هایی را که باید سرش حساب میکردیم که فیلم بسازن و بدرد بخور بدن بر سینمای افغانستان، یا فرار کردن یا نابود شدن یا رفتن یا زمینه ریلا کردن، که این یک شکست بسیار بزرگ برای سینمای افغانستان بود. آقای استاد ببخشید، چرا؟ خب شرایط این رقم آمد دیگه. 20 سال سرکا ساخته شد. 20 سال ساختمان‌های بلند و و و و و بلند و بالای ساخته شد در افغانستان. شفاخانه‌ها ساخته شد. مسئولین و شاگردا به طرف مکتب رفتن. چرا سینما ورشکست کرد؟ فرهنگ احیا نمیشه هیچ وقت. ما هزارها بلند منزل میسازیم،
جوی ها، سرک ها، همه چیز میسازیم. ولی یادتان باشه که فرهنگ ساختنش کتی انسان از جامعه بسیار سخت است، بسیار دشوار است. ما شامل یک فرهنگ کوهی شدیم. ما نتونستیم که او عظمتی را که در میان مردم فرهنگشان داشتن ما دیگه او را داشته باشیم. استاد هم با هم خلط شد. ببخشید اگر مداخله میکنم در خواهش صحبتاتون. باز دوباره برام سوال خلق میشه در و اینمی که ما نتونستیم، کلمه ما نتونستیم دو تا آدرس، آدرس حکومتی و آدرس خصوصی که آقای فرید است و خانم سهراست است که ما نتونستیم. چرا نتونستیم؟ چرا ما با تمام همه قدر توانایی که در اطراف داشتیم، اونجا انجینر لطیف است، آقای فرید عظیم است، خانم سهرا است که همشان وقتی که میگن صحبت میکنن که ما هستیم، چرا ما نتونستیم به خاطر فرهنگ سازی، فیلم سازی و سینما سازی کار بکنیم؟ خود بار جان، امکان داره که یک مقدار مشکلات در وجود خود ما هم بوده باشه که با تحرک بسیار جدی که امروز خانم سهرا کریمی حرکت میکنه ما او حرکت نداشتیم. این ما باید واضح و پوسکنده باید برتان بگویم. دیگه ای که ببینید، وقتی که یک چیزی از هم متلاشی میشه، وقتی که یک ناهنجاری هایی در مابین جامعه بروز میکنه میایه، خب همه چیز را از بین میبره. آره دیگه زمانگیر است که ما بتانیم پس دوباره با او فرهنگ خود برگردیم و بسازیم. ما زمان کار داریم. فکر میکنین از صفر شروع کردین یا نه هنوز در وضعیت ورشکستگی هستین؟ نه از صفر هم شروع نکردیم. فقط شکل تغییر کرده. شکل تغییر کرده و بعضی بیس ها تغییر کرده در حرکت ما. مثلا ما داشتیم که با یک اساسات بسیار خوب حرکت میکردیم. مثلا ما همیشه در مجالس بین المللی میگفتن که دو تاریخ مصور افغانستان میسازی، یعنی فیلمایی را که شروع میکردیم پا با پای حرکات جامعه حرکت میکردیم، پا با پای ناهنجاری ها حرکت میکردیم. فیلم صبور سرباز ما از وقتی شروع کردیم که دیدیم که دولت سربازگیری میکنه، جوان 18 ساله که او هنوز دست چپ خود راست خود نمیشناسه که کجا میره، اینمی دیگه برای ما دوام نکرد به اثر اینمی نارسایی ها. و دلیل عمده که باید براتون بگویم اوی است که ما از یک پشتیبانی بسیار فوق العاده برخوردار بودیم. ما یک وقت دیدیم که پشت ما خالی شده، ما دیگه در پشت خود کس دیگر را نداریم. ما دیگه دست دکتر نجیب الله را در پشت خود نداشتیم. ما دیگه دست سربلند را در پشت خود نداشتیم. ما دیگه دست کشتمند را در پشت خود نداشتیم که وقتی که صدا می کردیم حمایت ما به صدا نمی ماند. همیشه حمایت می کردن. یک وقت دیدیم که خالی استیم، هیچ چیزی نداریم، ما که چی بریم بسازیم؟ یعنی امی اشخاص را که شما نام گرفتین ناحمایت می کردن؟ نه تنها میگم که حمایت میکردن، بلکه حس میکردن ما را حس میکردن. این حس کردن گپ بسیار زیاد مهم است، بسیار گپ مهم است. مثلا میگفتن که خود تو برو بساز، هر اون چیزی که میخوایی در اختیارت است. بسیار ببخشید، من برمیگردم برای شما. خانم سهرا، وقتی شما را گفتم که شما از حمایت بانو غنی برخوردار هستین، شما شوکه شدین که نه من نیستم، من از حمایت اونا برخوردار نیستم. چقدر خوب بود که اونا اعتراف میکنن که ما از حمایت کشمن برخوردار بودیم، از حمایت دکتر نجیب برخوردار بودیم، از حمایت سربلند برخوردار بودیم. چی تفاوت ها را میبینین او زمان ای زمان؟ ببینیم، ما به تفاوت کار ندارم. من خب وقتی برخوردار نیستم چرا الکی بیایم خود به دروغ بگم که برخوردار هستم و که نیستم. خب حمایت، شاید حمایت در کلیت حمایت حکومت بله هست. مثلا مرا وزیر اطلاعات فرهنگ کمک میکنه، طرحهای دیوانه مرا کمک میکنه، یا مثلا موینیت ما کمک میکردن، همه اینها اصلا مشکل ندارم. ببینین من یک چیز براتون میگم، در مورد دمی 20 سال چرا شما میگین فرهنگ که هنر سینما را جز ببینین، برنامه این گونه بود که فرهنگ افغانستان ازش پشتیبانی نشه. هیچ وقت یک بیگانه نمیآید فرهنگ یک کشور را بارور بکنه، چرا که هر چقدر فرهنگ شما بالا بره، شما به هویت خود شناخت بیشتر پیدا میکنین، شما حس وطن پرستی تان زیادتر میشه و شما آثار بیشتری را خلق میکنین. سیستم انجویزمی که ما براتون میگویم سیستم پروژه های تعریف شده بیرونی ها بود.
غرب به هیچ عنوان نگاهش به خاور میانه و نگاهش به کشورهای مثل افغانستان خب نگاه فرهنگی نیست، نگاه تجاری است. حالا یا تجارت از طریق پروژه هایی که خودشان در واقع نگاه منفعتی است، وگرنه حالا ما برای شما میگم یک سوال که شما این هم از ما سوال کردیم، با این همه میلیون ها دلاری که ریخته شد به نام هزاران پروژه در داخل وطن، آیا یک سینما ساخته، آیا همون سینما پارک نمیتونستن او را در واقع احیا بکنن بسازن؟ یا سینما خیرخانه که در یک ویران است بسازن، یا سینمای در واقع سینماهای دیگه؟ ببینین مسئله اینجا ایست که هیچ وقت بیگانه نمی آید روی فرهنگ یک جامعه سرمایه گذاری بکنه، چرا که هرچقدر فرهنگ مخصوصا سینما که بسیار پر اهمیت است، اگر سینما از همون سالهای آغازی نمو رقمی که شروع شده بود ادامه پیدا می کرد، الان افغانستان یک جای دیگه قرار داشت. آل اولاد وطن از خانه بیرون نمی آمد، ترور نمی شد سر سرک. مردم همین توقع داره که سینمای افغانستان باید تغییر بکنه و سینمای افغانستان الگو شوه و ما و بچه های فیلم و دخترهای فیلم داشته باشیم که اونا کسای باشن. ما انجینر لطیف داریم، ما فرید عظیم داریم، ما مثلا برمک داریم، ما بچه فیلمه که او تصویرش باشه که او مثل شاروخان باشه و امیر خان باشه، اما یک چیز نداریم. انجینر شما بگین تو خود جواب بکن، امیر جواب سکر. ما داریم در افغانستان هر گونه استعداد داریم. من یک قصه برات میکنم، خدا شاهد است که ما وقتی که در فستیوال های جشنواره های بین المللی رفتیم، وقتی که فیلم دیدن گفتن، از من سوال کردن که آقا امی هنرپیشه شما کدام فاکولته را یا کدام اینستیتوت خوانده؟ گفتیم بابا جان اینا گل خودروی جز جامعه هستن که بالا آمدن بیرون آمدن، این نه مکتبه را خوانده نه فاکولته را خوانده نه مسلک پیش بردن، همین قلم خود سر میز موندن گفتن هیچ باور کردن نمیتونیم. این گپ ما در کجا ریشه داره که گویا انسان افغانستان با امو استعداد خدایی که برشان داده شده که چون زمو پیش میرن، اینمی آیکیوی مغز افغانستان هم میخوام میگن، اما من میگم که فوق العاده زیاد است، به خاطر که ایده برداشت خود در گرفت خود به اندازه بالا است که هیچ برتان گفتن با امید او روز روزی که بخیر دهی میز باشیم که و در این حال امی آی کیو که بالاست میتونه خطرناک باشه اگر مسیر اشتباه رو برش نشان بده، و من احساس میکنم که مسیر اشتباه رو با امی آی کیو نشان دادن که افراطگرایی چی اکشنای اووره نه نه نه، اکشن ها را بینه خدا کنم اکشن اوور باشه مقصد باشه، امور هم نمیمانه. بسیار تشکر، بسیار خوش آمدین آقای جنرال سبلاتیف، شما هم بسیار خوش آمدین، انشاءالله با برنامه دیگه هم خواهم داشتیم شما را. من یک گفت دیگر هم داخل میخواییم برات بگویم، سینمای ما چی وقت میتونه که موفق باشه؟ وقتی که هویت ملی ما در او تعریف شده. بله با امید او روزی که در سینمای افغانستان هویت افغانستان تعریف شود. برنامه در اینجا به پایان میرسه، تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم رحیم میسپارم. علایار مددگارتان.